خیلی برام سخت و دشواره. مثلا وقتی بچه‌ها میتونن ببینم خیلی عذاب میکشن. مثلا زیر این همه گرد خاک کثیفی تو این وضعیت مریضی. خودم مثلا اسم مادرم شب اصلا تا صبح اصلا خواب ندارم. بلند میشم رو بچه‌ها میپوشونم که مریض نشن. تا صبح بیدارم. بیم بیم اینجا در آتنز زندگی ما بهتر بشه. اینجا اومدیم اول اجاره نشینی چه وقت نشستیم دیدیم اجاره نشین نمیشه اومدیم اینجا. دیدیم که حال وضع ماست دیگه. چیکار کنیم دیگه ما که توقع زندگی بهتر داشتیم نه که اومدیم که اینجا زیر درخ بشیم. اینجا اومدیم که اتحادی پر کمک بکنه مسئله بکنه که آینده جوانای ما خراب نشه. یا اومدیم جوان این بچه کوچیک آینده داشته باشه. از ایران آمدیم، از افغانستان به خاطر جنگ قومیت‌ها فرار کردن پدر مادرای ما. این از ایران آمدیم که آینده ما بچه‌های ما در ایران خراب نشه. از اونجا آمدیم که این وضع آمدیم که بچه ما اینجا بخوابه. هر چی فکر میکنیم دیدیم که هیچ فرقی نمیکنه اینجا. اینجا هم که حقوق بشر گفتیم فعلا دیدیم چه خبری نیست. درخواست پناهندگی ما دادیم قبولی یونان گرفتیم. وقتی قبولی یونان گرفتین به شما محل بود باش نمیتن؟ محل بود باش نمیتن. الان خانه اینج خیلی گرانه، پول قد کده دیگه نمشه کی. تا سازمان یلیوز پیسه بیدیه و خانه بیگری خیلی طول میکشه. آنان میگویند پلیس حتی به کودکانی که در خواب شیرینند رحم نمی کنند و آنان را گاه ناگاه از این پارک دور میرانند. ساعت 5 شد دیگه پلیسای کشور یونان میاد از خواب بیدار باید بلند بشید برید اینجا رو تخلیه کنید. آره ما دیگه مجبوریم کجا بریم؟ میریم گای تو کوچه دیگه، گای میریم زیر بالکن، گای او روز بیدار کرد از خواب ما رفتم اون پیش دو خانه خوابید، صاحب خانه آمد دیگه. مثل همین در جلو پیش در خونه نرده گرفت که دیگه اینجا کسی نخوابه. در یک شبانه روز چند ساعت میتونین در زیر درخت بخوابین؟ یک شبانه روز از ساعت یک و دو تا ساعت 5 صبح. و تو کودکات افلا؟ کودکا اینا که میبینی که اینا همه خواب نداره، راحت نداره، روح روان نداره، اعصابش کشش نداره.